باش تو ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. یه میوه چیزی بخور بذار گلو تازه بشه. دست درد نکنه. کاش ناصر بر نگشته بود. من گفتم بیاد. اگه مجید و ناصر امروز نبودن بیچاره شده بودم. حالا چرا انقدر خودتو داری اذیت میکنی؟ نباید هرچی فش داشتم و نداشتم و میفرستادم. تمک کردم. گفتم اون طرف بهتر میتونم بفروشم. بس دیگه بابا. حالا هم طوری نشده. انشالله پیدا میشه. اگه نشد چی نوست؟ نه بابا خدا رو چی دیدی؟ یه موقعم دیدی از همین باربری زنگ زدن گفتن آقا مشتلق بده فرشا پیدا شده. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ بفرمایی. میتونم بیام تو؟ نوید جان تو ای بیا تو. اینا بود. وا بچه‌شون تو اون بالا برای چی گذاشتی رفتی؟ شوهرت گفت. انقدر فکرم خرابه پاک یادم رفته بود من فرستادمش. بیا پایین نوید جان. نیفته دست پاش بشکنی. یواش یواش میتونم اونا بردارم پدر؟ بردار نوید جان، بردار. ای شکموی حق باز اینجا دیگه شد پدر؟ اینجا بره من برو ببینم. بابا این که از ناصر بدتره. بابا از این شرکت باربریه زنگ زدن. دیدی گفتم؟ یواش. بله خودم هستم. بله چی؟ بابا چی شد؟ بابا چی شد؟ بابا چی شد؟ آقای ترابی بگه تمام بردم آجالی. بابا بابا یعنی چی؟ رنگروش رو نگاه کن. بابا سکته رو زد. آره ناصر بودو برو ماشین بیاد همه در بودو سویچ سویچ رو ماشین بودو بابا چی شد؟ بابا شب باران میبره. شب بسیار شب باران رو داره. این رسید مال ما هست ولی مورد امضا از ما نیست و دفتر ما هم ثبت نشده. اصلا شاید از یه باربری دیگه ای بوده. باربری دیگه باشه. آقا جان من خودم بهتون زنگ زدم گفتم فرشا رو می‌خوایم بفرستیم گمرک. مجددن گفتید کنسلش کنید. ما کنسل کردیم. کی بهتون گفت؟ من گفتم کنسلش کنید. شما خودتون دستور دادی. من کی دستور دادم؟ من کی زنگ زدم؟ گفتید کنسلش کنید ما دیگه ماشین نرفتیم. اصلا اینایی که اومدن فرشا رو از شما گرفتن آدمای باربری ما بودن؟ من نمی‌دونم. نه راستش تا حالا اینجا ندیده بودمشون. نمی‌دونم. ای وای ای وای فرشا رو از ما زدن یعنی فرشا رو دزدیدن. آقا جان اصلا همچی چیزی نمیشه. ما از اینا رو رسید داریم مگه میتونن زیرش بزنن؟ نمیشه دیگه. راست میگه رسید. ببین آقای ترابی ما آقا اونا نمیتونی فرشا رو هاپولی کنیم. فهمیدی؟ بس سوکو! چی شده؟ چی بابا؟ دیوانه سرصدا رو انداخته. اون دامادمونا؟ نه اینو میگم. ایشون هم داداش همه. داداشته؟ آره. بریم آبا جون. سلام آقا جان. سلام آقا.
شده بچه ها؟ حالا چی میشه ناصر؟ من چه میدونم چی میشه؟ هیچی نمیشه، بدبخت شدم، بیچاره شدم. خدا نکنه بدبخت و بیچاره بشی. بابا فرشا که عزیزتر از جونت نیستش که. ناصر از زندگیم از دستم رفت، دار و ندارم رفت. شهرام شهرام آقا جان اعصابتون رو خورد نگم، شما الان یه مقدار رنگ روتون پریده، پاشو بریم خونه. باز هرچی آقا شهرام تصمیم میگیرن. کمرم شکست. پاشو بابا، تو باید چی کمره شکستی؟ برادر هنو داری؟ خب باشه باشه، نه من سیما رو رازیش میکنم، تو هم یه روز بلند شین بیدیم اینجا. آره آدرس رو چیه؟ چیه؟ خب هیچی. گمرک رو گرفتی؟ هرچی میگیرم اشکال، چیکار کنم؟ آی ناصر، با این گوشی نمیشه، اون گوشی خونه رو بده من باشه زنگ بزنم. یا با این گوشی بگیره، انقدر بگیرش تا بگیره. باش، فقط کافیه یه نفر، یه نفر از همکارا بفهمه، اون موقع میره همه جا پر میکنه، از فردا هم همه دم شرکت صف میکشن. این قضیه بین خودمون میمونه، جایی درز نکنه. خیالتون راحت، جایی درز نمیکنه. نه نه باتون ببخشت، یکی بچه های آگاهیه دارم بایسته. آره آره، اینجا سوجه هم همه خوبن، سلام میرسونم، من بعدم با تماس میگیرم. خداحافظ. خب شیدا نه نه تو چایی مرسده خانم، یه سری چایی به پر بیار برامه. من برای شهرام چایی نمیریزم، برای شما بریزم. چایی میخوای برو قهوه خونه محلتون آقا بسه. حالا تو چایی نخوری میمیری؟ چشم ببخش. پس چی شد؟ چرا داد میزنی؟ خب دارم شماره میگیرم چی کار کنم دیگه؟ این جمعیه که تو کاسم بودا جی. من داد میزنم خوبم میزنم. ای بابا من نمیدم، شما پدر پسر چرا مثل سگ و گربه به تچوب به هم دیگه میبرین؟ ای بابا باش نمیدم. آقا شرام دیگه دفعه آخر به من ببینم بابا. فهمیدم پدر دیجوری هم فهمیدم. ای کامل باش نمیفهم. ما که کارمون تموم شد، کسی دستشویی نداره؟ نه زیادم شلوغ نکنید، اعصابم خط خطیه. چشم خسته نباشه آقا. شیده جون پاش برو یه شربتی چیزی برای بابات بیار، الان این با این حالش دوباره میخواد بیفته رو دست من، فشارش بیفته پایین. برو. چشم. های شیده خانم. بله. یه دونم برای من بریزیم، من فکر کنم مال منم افتاده فشارم. شما هم میخوای؟ بابانی؟ بله. نه نه ممنون. یه لحظه همه دوستان، همه خواهشم بشینید، همه خواهشم بشینید، من میخوام صحبت کنم. چی شد؟ تو خود همکاری کن بشین که بقیه بشنن. آه بچه ها بشینید، بشینید بشینید خواهشن. خودت هم بشین. خب باش لطفا همه بشین. حالا خب باش، هر کی هر جور هست فقط به حرف من گوش کنید. همه ساکت دیگه، بچه هم ساکت کنید ببریم بیرون. نمک نریز دیگه، دارم صحبت میکنم. باشه یه دقیقه اگه فکر کنی میبینی قضیه خیلی ساده است. آقا جان شما زنگ زدی باربری؟ چیه این الان داری میگی؟ طریقه اینه که چجوری دزدی انجام شده. آها بگو. ببین شما زنگ زدی باربری، ماشین خواستی، یکی این لا زنگ زده باربری ماشینو کنسل کرده، بعد اون ماشینی که خودشون هماهنگ کردن فرستادن فرشار از شرکت شما هپولی بردن. آفرین چقدر باهوشه. آفرین خیلی خوب بود. اون وقت فرشار حالا از کجا باید تحویل بگیریم آقا؟ پسر باهوش نگی یا سر کار دارم واسش. والا آقا جان حالا این وسط یکی داره خالی میبنده، یعنی یا صاحب باربری داره دروغ میگه که آقا شهرام دوباره زنگ زده ماشین رو کنسل کرده، یا اصلا حرفشو نزن آقا مجید. من از همون موقعی که بار میبردم با این آقای ترابی کار میکردم تا حالا. واسه چی میخندید شما؟ راست میگی بچه. بار میبردین؟ خنده داره؟ نه نه شغل شرافتمندانه. بیار این شربتو. بیار بیار. شربتو بیار. دست درد نکنه. خیلی خوب بابا چه شربتی. خب یا چی؟ یا اینکه شهرام داشتم سوال پدر فشارشون افتاده بود. راست میگین اصلا حواسم نبود. یا چی میگم؟ ای قاطی شد که اینجوری اصلا. خب عرض میکردم یا خب یا چی
یا اینکه آقا شهرام دروغ میگه که من دوباره زنگ نزدم به باربری. من؟ باریکلا کریم چه زود مچمو گره. باریکلا آفرین. باشه باشه من لو میدم. آقا من همه فرشا رو دزدیدم، فرشام زیر بالشمه، برید بردارید. تو که تمام زندگی اتاق منو بلدی. بله. برو فرشاتو بردار بدبخت. منو سر کار بذاری؟ یه یا مونده بوده این چی رفت؟ مرسد خانم، ایشون حق ندارن از خونه برن بیرون تا اینکه تحقیقات ما کامل بشه، فهمیدین؟ یه سری چایی هم بردار بیار بوده. سرخوش بله. اینقدر خوشمزدگی نکن. راست میگی، من دارم حرف میزنم، میگم یه یا مونده. دیگه چی؟ آها اون یاه گفتم الان میگم. ببخشید یه یا دیگه مونده بود که یا شما تو با چی دنبال من را افتادی ها؟ خب بابا جون براتون شربت آوردم. من شربت نمیخورم، برو بشین بابا. بعد عرض میکردم مثلا خانم به خدا من عرض کردم من نمیخوام، بدی مادرم تموم بشه برید. ها؟ مثلا یا اینکه کار یکی از بچه های شرکته که میره اونجا میاد، مثلا عرض کردیم مثلا اشکان. اشکان درسته؟ بله بله بله. چایی نمیاری اشکانو میگم دیگه. دیدی عکس علمانه رو دقیق کردیم حتی یه چیزی بروی داشت که چرا اینجوری میکنی؟ برو به اینا یه چیزی بگو، دیگه دارن شورشو در میارن. ولشون کن بابا، بذار هر چی دلشون میخوام بگن. انقدر به من تهمت زدن، من اصلا برو خودم نمیارم. من آدم صبوریم، میدونم برای هر زنی سختی که به شوهرش تهمت بزنن، میدونم برای تو هم سخته. آخه گریه نکن، اصلا نمیخواد گریه کن. دنیا بزرگه. این گریه میکنه بابا، یه چیز رفته تو چشم. من برای تو نمیگم که، اینا دارم پای اشکا رو میکشن وسط. آها من فکر کردم برای شوهر داری پرپر میزنی، برای اون برادر اشکانه. آره بله، به خاطر اینکه داداشمه. وقتی به اون میگن یعنی که به من دارن میگن. بذار بگم، اگه برف گربه سیاه بارون میاد. آه من نمیدونم، آه همین الان میری جلوشونو میگیری. میخوام آب میوه بردارم. من باید حرف میزنم. خب چی کار کنم؟ برو جلوشونو بگیر، دهنشونو ببند. خب من دارم با تو حرف میزنم. یک بار دیگه در یخچال به این محکمی ببندی، من میدونم با تو، فهمیدی؟ نگاه کن چجوری اینا رو انداخته به جون هم. آخ الهی بمیرم نصرت جون. تو یک بار دیگه ببین چجوری اینا رو انداختی به جون هم تو آتیش افروز. خانم یه کمی مراقب باشید، من که دیگه دارم دیوود. آقا جان بابا جان مواظب باش دیگه. چه آخ اینجا چرا همیشه اینجوریه؟ نه نه بابا جان، اصلا فکر کنین فرشا تو انباری بوده آتیش گرفته دود شده رفته هوا. ویلش کنین، مرگ که نیست. نه بابا چی آتیش گرفته؟ پیداشون. چلمن بابا، من اصلا وقتی موام زدم تو عادلم از دست دادم. تو موات زدی، بقیه چی اینجا؟ اینجا همه اینجوری هم. برنشو بریم بیرون یه گشتی بزنیم. چی؟ بریم یه حالی بکنیم بیرون. تو خیلی تعطیلی ها، اینا همه بری حالا میخوای کنی؟ بابا من میگم بریم بگردیم یه فکرمون باشه، بعدم بچه ها بیرون هم برشون میگردیم دیگه. راستی شیده خانم، بچه های ما کجا هستن؟ بچه ها دیگه توی این خونه پوسیدن. به سهیلا گفتم برشون داره برای این پارک بالای خود بدبخت داره بگردونه، اینقدر نمونن توی این خونه با این جر و بس و با این. بابا بس کنید، شهرام به جایی دادگان بیا برو گمرک رو بگیر، اینقدر نرید رو اعصاب من. الهی قربونتون برم، اینقدر هرس و جوش نخوریم، براتون خوب نیست. خب آقا مجیده کاری بکنی. با منین؟ بله. خب آخه آقا جانم این مورد داره حس میکنه، چون با تلفن که نمیشه کاری کرد. من میگم آقا همه بلندشین بریم. داشتم میخوردم، من خودم داشتم خوردم. نه بودم پاشیم همه گی مثلا دستشم میبریم مثلا گمرک. دیگه کسی بلند نمیشه، همه سر جا بشینن. نه این از همه بدتره، تو هم بشین. دست و پامون میشکنه اینجوری، بشینین محکم هم بگیرین صندلی. بله داشتم عرض میکردم. گفتی دیگه بریم گمرک. نه آخه برای چیش
شیده خانم بریم ببینیم شاید فرشاد هستن اونجا باشه. انشالله خدا کنه اونجا باشه. آره خب بریم خوبه. میگم میخواییم بریم شهر رو منم برداریم ببریم که اینقدر اینجا دیگه مغز همه رو خورده دیگه. برو شهر رو من بگو بیاد. چشم شیده خانم. بله ببخشید ببخشید. میخواید اصلا بهشون نگه چیده خانم چون اونا مشغولن الان دارن با هم دعوا میکنن. دعوا شیرینی زندگی. آقا قبول داری؟ آقا جان. آقا ناصر. بله ببخش. برو شیده جون صداش کن بگو بیاد. شیده خانم ازم چیزی تو نشد که. مهم نیست. مامانش با مغز میخوره زمین چی نمیپرسه ازش بعد اون یه اینجوری شده. دقت نکردی تو یوساکی اون فیزور پیش خورد پاش. دقت کردم دیدم چقدر پیش. مادر من چشم من جاده شما نمیخواد جفت‌سازی کنی. چیزی نشد که پاتون. میگم اگه میخواین منم لباس بپوشم با شما بیام. نه خانم کار شما نیست. من برم لباس بپوشم. آقا این سویچ. ای بابا خدا مرگم بده. خب نذارین بره بالا. خب بگی اینو بگیرینش خب. ببینم این همیشه خودش تنها میره بالا. خب باش ببین چه بلایی سرش داره میاد. بگیرتش. آقا جان. نه من دیدمش بالا به سلامت رسید. به سلامت رسید. اگه یه بار دیگه پشت سر اشکان صحبت کنی میرم قضیه چک پول و اون انگشته رو همه رو بهشون میگم. تو چیکار می‌کنی؟ چیه میترسی؟ میترسی همه بفهمن که این کار خودت بوده؟ صدات بیار پایین یک کلام. دره دره. تو کی اینجایی؟ بابا میگه بیا باهاشون برو گمرک. وایسا شیدا. چی؟ تو اون وقت چیزی نشدیدی؟ نه هیچ. بابا شیدا خانم تر از این حرفاست که فال گوش وایسا. آره آره آره. بله خانم خودتونه. آره. یعنی در مورد خواستگارت هم صحبت می‌کنی. چرا چرا اون شنیدم خیلی هم کیف کرد. آقا این عجب کلکیه همه رو چنیده. عجبا. دیگه چیزی که نشدیدی؟ راجب چک و... چک چی چک چی؟ هیچی نگفتم چکه. میگم چت زدی بیا برو منتظرتم. آها چت زدم راست میگی اصلا چت زدم. چون اصلا در مورد چک و اینا هیچ ربطی به این صحبت ما نداشت اصلا. بله بله دقیقا. آره. نکنه شنیده باشه. نه تو اینه نمیدیدی؟ ندیدمش خب. خیلی تابلو بود اصلا. نه ندیدم. آه چیزه به تو هم بار آخر میگم آه در یخچال به این محکمی ببندی این دفعه دیگه طلاقت میدم. دیگه خودت خواستی. بابا بابا نکن. چیه؟ این ناصر باز پشت فرمونه. ابی نداره یه بری. گمرک سه نفر بادا گمرک سه نفر بابا. اصلا ندیدی؟ اگه من میرفتی ممکن بود ببینه ما را. چه میگی؟ من این ناصر نمیخوای سرکار بذاری. برو بابا. این همون سعادتیه بود نه؟ ببینم آدرس خونه رو تو دادی به؟ مگه دیوونم من آخه؟ ای بمیری تو برو به این ناصر بگو یه موقع آمار نده. آمار چی رو آخه؟ تو برو طرف طلبکاره برو بهش بگو. خب به تو مادرم بیچاره شدم بدبخت شدم الان جلو در همسایه آبرو برام نمیزن بیشی ما بیشی آه آی خلو آخ چی شد صد دفعه بهت گفتم اینو از اینجا بکن. من میکنم میکنم من میکنم آمر بزن. چرا اینجوری شد بابا؟ تقصیر این بیکاره هاست دیگه بابا. خوبی بابا؟ بابا زهروار بابا کوفته بابا. خب خب آقا اینجا صدا تو نمیشه. آقا آقا جان آقا جان آره بلند شو باش بریم اون بر. چیه؟ با کی کار داری؟ با آقای جهانگیری. آقا جهان؟ بله همینه دیگه خونه شون. بله بله خونه شونم. نزن نزن باشه. الان میان بیرون دارین میریم جایی. آره
جان بجامین دیگه معطلین. آقا جان برده میدارم از این تصویری هست ها، الان شما رو میبینم. آها آشناشونی؟ بله. یه ذره از این تاپ مادو بیم دست درد چیکارشی؟ چیکار داری؟ میشناسمش دیگه. چیکارش داری؟ یکی یه چک دارم ازش، پولم تو حسابش نیم. چی شد؟ نه چیزی نشد. این تخمه ها چقدر شوره، از کجا گرفتی؟ همین بقیر گرفتم. ازم اگه نبینمش پشت و روش میکنم. پشت و روش آبرومون رفت شده در همسایه. نه 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 ناصر یک بزه ردیفش میکنه، نگران نباش. حالا بشین نمیخواد. بفهم راست میگه. این بر بشین. این بر بشین. بفهم آقا. ده دفعه من گفتم این سیم لخت چسب میزنه میزنه. بابا به من چه؟ مگه من سیم کشم یا نه باغبونم اون بوته چیزو بردارم؟ اهم نداره نداره. ببین تنش ایجاد نکنیم. باشه تو برو قرص زیر زبونی شربتی چیزی بیار برای آقا جان. تو خودت برو به من میگه. باشه آقا اصلا پاشیم بریم تو، صدامون اینجا میشنوه. آقا جان پاشو. آقا جان دست بده. بابا من این تیره تو بردار از اینجا. اگه ندادم ببندنه چیه؟ شوره؟ شوره. اصلا این محل خودتون گرفتم دیگه. عزیز من یه جای دیگه بگیر. یه کاری میکنم مثل سگ پشیمون بشه. عزیز من دیگه نگو جون مادرت، من دارم بالا میارم. اولشه. آقا این آدرس کی بود؟ کدوم آقا جهانو میخواستی شما؟ آقا جهانگیری، جهان. جهانگیری؟ این چه اسمی؟ تا حالا نشیندم، بده ببینم آدرسو. مگه نگفتی این خونشه؟ نه با میخواستم کارت را بیفته، بده من. هرچی فکر میکنم نه جهانه. آدرس درسته ولی بهت اشتباه دارم. نه عزیزم بیا برو اینجا نیست. آره برو. خط خوبی هم داری. چند سالته؟ چی کار داری؟ 47 48. عجب خوب موندی. باری کلا بزنم به تخت. نزن نه بابا. اگه این ماشین جهان نیست. نه 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 این ماشین مال منه. خطی کار میکنم. آره خط گمرک. اینجا ایستگاهه. با این گمرک کار میکنم. بله گمرک 4 نفر. نه معلوم میشه. گمرک 4 نفر. نزن عزیز من، مردمو زاورا نکن. به چهار میخ میکشمش حالا تو اینجا میشد. صبر کن. گمرک 4 نفر. بیا بابا این تخمات صدای ما رو خراب کرد. کارمونم با صداست. گمرک 4 نفر. اگه پشیمونش نکردم صبر کن. بودو. چه؟ آقا جهان ايه چیکار میکنی؟ اون یارو نبینه تو میگه بابا اون که منو نمیبینه. بیا بیرون کارت دارم. آقا جهان دیدم آدم. بیا بیرون قایم نشو. داریم به چی میخندی؟ بیا بیرون یه دقیقه میخوام ببینم. توفن میخوام ببینم. این تاریخ جا به جاست میخوام صحبت کنم. بیا قایم نشو کارت ندارم. بفهم بیا پایین. دو تاشو با هم دیگه بخورین شاید فشارتون نده پایین. اینقدرم خودتون از بین نبرین بابا. حالا که طوری نشده که طوری نشده خانم. یه چی میخواست؟ آقا جمع من که میدونم اونجایی. بابا یه دقیقه بیا پایین ببینم تو تمام. باری ندارم که بلش کن مو با این حالش. بیا بیون اینو بگیر تا داره نشنبه. آقا جهان آقا جهان آقا یه کاری بکنید. گمرک بابا به جای اینقدر بابا بابا گفتنت خب برو دمی در دو کلون با اینا صحبت کن شهرام جان. آخه لولو خورخوره که نیستن تو رو بخوام بخورم. بابا لولو خورخوره بدترم، میاد با لوله چیزی میزنه دماغ من کج میشه مثل این. ناصر تو کنگی علامت رو دارم گفتم تیزه. آقا جهان بابا بیا بیرون دیگه. باک برو معطل کردی اینجا ها.
میجی؟ بابا نکنه میگه خونه محاصره شده. محاصره چیه؟ تو ناصر هنوز نمیشناسی؟ داره ادا اصول میاد برای خودش. قبلش محاصره گفت. آره. بیا بشین آقا، بی خودی حرف میزنم. چی شده؟ ناصر داری یه علامت هایی میزه، فکرم یه رمزیه. من متوجه میشین؟ نمیدونم یعنی چی؟ بابا اصلا خودم الان میرم دم در ببینم حرف حسابشون چیه؟ ای آقا یه کاری بکنین شما. با من این؟ بله دیگه. مامان اجازه بده خودم میرم حل. اگه میخوای بری برو دیگه، منو مسخره کردی. خب دیگه. مواظب خودتونم باشین. شما مواظب خودتون باشین. با من بودی دیگه. آره دیگه. داری میخندی؟ خوشحالی ها؟ برای چی به اون گفتی بره؟ تو که جرأتشو نداشتی بری. من جرأتشو داشتم، ولی اون خودش یه لاتیه میره، اونم یه نفره از پسش برمیره. شاهان نکن ترسو. بیا بیرون مینی، بیا بیرون عوضی. رفتی تو خونه قایم شدی؟ بله آقا. بله چیه میگم بیا بیرون. بفرما میگم. در واکن. در باز آقا. این کجاش در بازه؟ این در. در بابا. کی بود؟ چرا میزنی آقا رو؟ نکن این کارا رو. نکن این کیه بابا؟ این داماد ماست. متاسفانه. بگو بیاد بیرون آقا، تو خونه قایم نشه، من کارش دارم. اینجا یه منطقه مسکونی، شما یه مقدار آرومتر. امرتون چیه؟ امرم. امرم این چک اینها. رفتم بانک، پول تو حسابش نبوده. خودم زیاده. در بله. آقا جهان متاسفانه یک مشکل کوچکی براشون پیش آمد. بله، از بنده عقیق خواستن که به شما بزرگوار بگم تا آخر هفته یقیناً چک شما پاس خواهد شد. ببین اینقدر لفظی قلم واسه من صحبت نکن. منم می‌خواستم بگم بله. یقیناً تا آخر هفته و پوزش فلان اینا به درد من نمیخوره. من پولمو می‌خوام. خب تو دو دقیقه من دارم حرف میزنم. اینا واسه من پول نمیشه، من پولمو میخوام. بگو بیاد بیرون. عرض کردم تا آخر هفته پول تو حسابشونه، چک شما پاس میشه. عرض به درد من نمیخوره، من پولمو میخوام. عرض چیه؟ من پولمو میخوام. راست میگی. یه برو اونور. یه برو اونور. خودت برو اونور. از اول که اومدی بیرون داره گیر میدی. بیا اینجا. شاید زدی بشی چی نگفتم. برو اینا. آقا جون، برادر من، آقای من، عزیز من. عرض کنم خدمت شما که ما قصد فرار نداریم که. خونهش که مشخصه، دفترشون هم که مشخصه، شما بلدی. تو بازارم که آقا جوان ماشاءالله همه میشناسن دیگه. شما دو روز صبر کن، اگه تکلیف پول معلوم نشود این ماشین ما میفروشیم، پول شما رو میدیم. این ماشین رو میفروشی؟ بله ماشین آقا. ماشین این آقا رو دیگه. این نه بابا. چرا من گفتم مال منه. خب این بیجا کرده، ماشین آقا جوانه، میفروشیم ما میدیم. ببین بس دیگه، شما اگه میخواستی ماشین رو بفروشی دو هفته پیش فروخته بودی. بله بابا این من تا کی باید دنبال این پول بودم؟ چی چی رو یواش؟ ایو الناس من پولمو میخوام. بیا یواش. تا آخر هفته چکت پاس میشه. فهمیدین؟ یا یه جور دیگه حالت کنم. باشه تا آخر هفته. یه روزم روش، یه روزم روش. یه روزم روش. خواهی دو روز هم روش دیگه. یه سه روز روش کن خیرش. بابا تو بزبز نکن بینیم بابا. بس دیگه دیگه. دو روز تو راضی هستی؟ من شنبه برم باین. نمید گم دیگه نیاز دارم. شنبه. اوکی. شنبه برم باین. باشه. شنبه من میرم باین. اینم پاس میشه ها. اگه یه وقت پاس نشد دوباره من میدونم. بابا می. نه. البته اگه شما اجازه بدین. اگه صلاح بدین. باشه باشه. بیا داداش تخمه بخور. بیا. نه نه تخمه بخور. شوره نخور نخور. بابا این چقدر حرف میزنی اینو ببندش. اگه یک بار دیگه ببینم اینجوری زر را پر بذاری بابا. خواست گفتین دومادتونه؟ بله واقعا خودمون هم شرمنده ایم. قاطی. چرا مال من نگرفت؟ چی؟ دادم دیگه. آفرین ولی مال تو. بیاریم تو بیاریم اشکالشو فکر کنم فهمه. نه شما بفرم. نه نه برو میگم بیرونه تو من اگه اول برم. بفرمید بفرم. آی 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 بابا تو نمی کنم. یک صدای این مجید ول کرده بود دم در سر این طلبکارا. دیدی حس کردم واقعا این بچه رو من بعد از بچه که میذاشتم کلاس آواز، چون شیش دنگ صدا رو حسابی داشت. داره دیدی آقا جان؟
بله خانم. شما دیدی آقا شهرام؟ بله. البته داداش منم ورزشکاره. و این شکم؟ بله البته من دو سال پیش کیت بوکسینگ کار میکردم. بعد الان فقط این ضربه که به کتفم وارد شد دیگه نتونستم دیگه کیت بوکس رو ادامه بدم. البته میگم الانم باز ورزش میکنم ولی هنوز اونجوری نمیتونم کیت بوکس رو کار کنم. کیت بوکس؟ شما نیازی نیست من رو راهنمایی کنید. کیت بوکسینگه که الان البته به اسمای ما حتی الان بگذاریم. من ورزش هم عوض کردم به خاطر آسیبی که به کتفم وارد شده و اینکه به هر حال کیت بوکسینگ درسته. و الان وشو دارم کار میکنم، تمرین وشو. اون چه بروسلی تو ضربه میزنی میکشه اونا راسته؟ آره اونا رو ضربه نهایی میگن توی باشگاه. ما این ضربات نه ضربات نهایی داریم. بروسلی هم خودش به همین دلیل مرد. آی آقا یه خلوت بکنیم. بله آقا شما خودت بفهم برو بیرون. راست میگه. شما خودت خلوت برو. چرا یه خلوت بکنیم بذارین هوای تنفسی اکسیژنی برسه به آقا جان. مجید خان دست درد نکنه. خواهش میکنم. وظیفه‌مون قربان. با اونم. بله با تو. خب فهمیدم خودم. گمرک چی؟ گمرک رو چی کارش کنی؟ آقا جهان اینقدر نگران گمرک نباش. خب پاش برو بالا یه 10 دقیقه استراحت بکن، همه چی درست میشه، بچه ها هستن دیگه. راست میگه آقا جهان. شما برین استراحت کنین. من خودم میرم پیگیر کارا میشم، برم گمرک ببینم اصلا چی شد جریان. بارکلا. واسه من لباس بپوشم. تو کجا؟ بریم با هم بریم. گفتم من میرم، نگفتم ما میریم. خب با هم بریم چی میشه؟ نه دیگه تو واسه با آقا شهرام اگه کسی اومد باشه. باشه. با اجازه همگی خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. آقا مجی با من این؟ بله. بله. میتونم یه چیزی بهتون بگم؟ بله بله بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم بگین. خب همین دیگه گفتم خیلی ممنون. نه اگه امری فرمایشی هست بگین، خب تعارف می‌کنین چرا؟ بابا جان فقط خواستم تشکر کنم همین دیگه. آها. آها من تازه فهمیدم. تازه زدم. خواهش می‌کنم. شیدا یه دقیقه بیا. یه خبره نه. چه خبری؟ آقا نفس چطوره؟ خوب نیست. بذار یه نفس مصنوعی بهت بدم. نه ببین دهنتو باز کن. نمیخوام. من که نفس رو میدم بیرون تو میدی تو. من که خیلی ممنون. نمیخوام. بذار من کلاسای امداد رفتم به دردت میخوره. نمیخوام. آقا ناصر. نمیخوام. من رفتم کلاس امداد میدونم. خب رفتی میگه نمیخوام. آقا ناصر. ای بابا. نمیخوام. چیزی نمیشه. من دکتر محرم آدم نمیدونم چرا. فکر کن من کپسول هوا. آقا ناصر. وایسا. آقا. یه دقیقه وایسا دیگه. نوستاد. بابا این چرا اینجوری؟ تو فکر کردی ما متوجه نمیشیم؟ چلو این همه بگو دیگه. آقا نصر نمیخواد. خیلی ممنون. نداره بابا من حالم خوبه. بابا الان تو دنیا حل شده این مسئله. عزیزم من میگم دمم خوبه. شما میخواید بازدم به من بدید؟ تنفس دمم به دهان 150 سال الان این قضیه حل شده. خیلی هم مشکلی نداره. چه فکر کنی کسی نمیفهمه؟ خب اگه بابا بیا اون بر. خب بگو دیگه تو هم. آقا خیلی ممنون. نمیخوام آقا ناصر. بابا دارم میگم دمم خوبه بازدمم خوبه. حالا میخوام به بازدم بهم بده. نمیخوام آقا. چیه من این برمور میکشونی؟ این جای آخره. ببین اگه اونا حواسشون نیست اینجا چه اتفاقی داره میفته. من دارم باهات حرف میزنم. خب بگو میشنوم. میگم اگه اینا حواسشون نیست که اینجا چه اتفاقی میفته، ولی من حواسم قشنگ هست. من این یکی رو دیگه نمیذارم. گوش میکنی یا نه؟ آره. خب چی میگی تو؟ تو چی داری میگی؟ میگم برای چی به اون پسر برمیگردی میگی که خیلی ممنون؟ برای اینکه داره برامون زحمت میکشه. با بنده خدا داره بهمون محبت میکنه. نمیفهمی؟ تو نمیفهمی؟ ببین شهرام اگه یک بار دیگه در یخچال انقدر محکم ببندی من میدونم و تو. ای پس برای چی اون پسره برمیگرده به تو میگه خواهش میکنم؟ ها فکر کردی من بچه‌ام؟
ببخشید من یه دفعه اصلا عصبی شدم. ببین من اصلا نمیفهمم تو راجع به چی حرف میزنی. خوبم میفهمی دارم در مورد چی حرف میزنم. ببین بذار رو راست بهت بگم، اینا بالا برن پایین بیان یه ریگی تو کفششون هست، یعنی خودشون رو بکشن. من هیچ جوری نمیتونم اصلا باور کنم که اینا میخوان به ما کمک کنن. اون در یخچال ببند. یاد نداره؟ نه ببند. ببین شهرام، من که میدونم قضیه چک پول و انگشت در کار تو بوده. میخوای همین الان برم به بابا بگم معلوم بشه که ریگ تو کفش کیه؟ خب ببین من زیاد نمیخوام بدونم که ریگ توی کفش کی قرار گرفته. من هر چی دارم میگم واقعا از روی دوست داشتن و محبته. اصلا آقا صبر کن، امشب خواستگارت که اومد اون وقت میفهمی باید به کی بگی. خیلی ممنون. من اونجوری میگم؟ خب چجوری میگی؟ میگم خیلی ممنون. خب در صورت خیلی ممنون. اینو داری خیلی. مثلا تو الان خیلی عصبانی شدی، غیرتی شدی. آره خیلی خب پس بینو بخور آمپرت بیاد پایین. میگم کاش که یه زنگ بزنم این برنامه خواستگاری امشب رو کنسلش کنم. نه اتفاقا باید بیان. وقت فکر میکنن که تو این خونه چه خبر شده. تو هم همینجوری داری به خودت میپیچی، آخه چیزی نشده که. ای بابا چه شانسی من دارم. از موقع که مدام تو این خونه همش یا جنگه یا دعواست یا مرافعه است. یادت به من میگفتی با هم ازدواج بکنیم نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. حق داری. یه جوک برات بگم. آره بذار یه جوک بگم که بخندی. یه شخصی بود، حالا نمیدونم مال کدوم شهری بودش، میره خواستگاری، از عروس خوشش نمیاد، به صاحبخونه میگه با اجازه من برم یه دوری بزنم بیا. نفهمیدی؟ دیدی که یارو میره فروشگاه میخواد لباس بخره خوشش نمیاد، میگه با اجازه من برم یه دوری بزنم بیا. بازم نفهمیدی؟ کجاش خنده داشت؟ بابا تو اصلا حوصله خندیدن نداری.